بیا هم خرغلاس قدر ملیدون که ده سهار جواند خبروانه دوام تا و مخی ما رستم جانویل چی تاستا سپرایز لرو پخبروانه که یو میلما لرو البته پخواب از من پخبروانه که میلما و یکی از جوانان با استعداد لایق یکی از جوانان فعال همیشه در برنامه می آمدن در مورد موضوعات گوناگون بر ما شما معلومات می دادن و امروز یه جوان موفق همکار بسیار خوب ما شده و مطمئن هستم که قسمی که در برنامه می آمد می درخشید معلومات بسیار خوب می داد همه قسم در برنامه های خود هم حتما موفق می باشه و می درخشه روح‌الله جان باوری سهار بخیر خرقلی سهار جوان تا خرقلی در آریانا کورنیده سلامونه بسیار جان دیر مننه کوچک نوازی دیو کولا بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه هیوادوالو تا سلامونه لیدونکو تا هیله دارم چې ټول به جوړ روغ اوسي او د خپلو فامیلونو تر څنګ به د سوبو زندګي لیدونکي اوسي ډېره مننه چې زه مو ونیولم ډېره مننه ډېره مننه روح‌الله جانه او ډېر خوشحاله یو چې ته زمونږ د همکار په صفت له موږ سره یو ځای شولې او په دې مطمئنه یم چې کولی شي پرمختګ وکړئ ځکه چې ستا استعداد د پټېدو نه دی واقعا ډېر زیات لایقه یې روح‌الله جانه د دې په اړه راته ووایه چې له کوم ځای څخه د پیل وکړه البه اول د خپل ځان په اړه لږ څه معلومات ورکړه لیدونکو ته چې مطمئنه یم لیدونکي هم دې ته لیواله دي چې اول ستا په اړه معلومات ولري لږ څه معلومات دې د تحصیل په اړه د کورنۍ په اړه مونږ له لیدونکو سره شریک کړئ البته زه خو یې لرم خو لیدونکي نه لري معلومات ډېره مننه بصیره جانې ما په کابل کې پیدا شوی یم طبیعي ده او مکتب میم کابل کې لوستای ده له مکتب نه وروسته مې دوه کاله درې کاله کانکور باندې یعنی مصرف کړل هغه چې ورته وایي چې کانکور ته مې ورکړل او دغه تر څنګ مې کرکټ کاوه یعنی لوبغاړی ولما بیا مې په جریان کې مې کرکټ یعنی پریښوده ځکه چې د کانکور وخت راورسېده بیا دوه درې کاله مې کانکور ته ورکړل مخکې نه مې ورته اساسات ولوستل پښتو مې وویلې هغه په عامه اصطلاح باندې له هغه نه وروسته مې یو کال کانکور ورک د ننګرهار پوهنتون اداره او تجارت یا بی بی ای ته کامیاب شوم بیا فامیل مشوره دا او له فامیل دا مشوره راکړله چې دا مه وایه او بیا امتحان ورکړه هغوی ډېر طب باندې شله تاسو خو پوهېږئ چې مورګانې ډېر طب خوښوي نو هغوی ډېر طب باندې شله ول بیا یې وویلې چې یعنې ته طب ووایه خپله دې ملاقه وه ورسره نه متاسفانه چې یعنی دا یو طبیعي علاقه ده د چا یو شی کرکټر سره نه ښیي که نه هغه شخصیت سره یې نه ښیي شاید طب ظرفیت په ما کې نه و یا نه وي نو ما ډېره علاقه له طب سره نه وله بیا ما امتحان ورکړ دوم ځلې کانکور ته او خوشبختانه بیا هغه خپل هیلې ته ورسېدلم کابل پوهنتون ته اوس محاسبه یا اکاونټنګ په کابل پوهنتون کې وایم او د دې تر څنګ ستاسو نوی همکار هم یم هیله لرم چې لیدونکي زمونږ د غلط څیرې نه خسته نه شي یا وکولی شو چې ښې برنامې ورته وړاندې کړو جالبه برنامې جذابې برنامې ورته وړاندې کړو تر څو چې په دغه سختو شرایطو کې د هیوادوالو په شونډو باندې خوښي راولم ماشاءالله روح‌الله جان څومره فعال ځوان دی څومره لایق دی څومره با استعداده دی او د هغه څه و چې تاسو د روح‌الله جان په اړه معلومات نه لرل او نور استعداد به نورو وړتیا به تاسو په خپرونه کې وګورئ البته روح‌الله جان د دې په اړه راته وایي چې کومې خپرونې ته راغلی کومه خپرونه ستا ده تر اوسه د ثبت کړې ده نشر ته ځي نه ځي ډېره مننه بصیره جان ډېره کوچک نوازي کوئ تاسو خپله د افغانستان یو با استعداد ژورنالیستانو ساسې په دې کې هېڅ شک نشته ډېره مننه کور مودان کوچک نوازي کوئ زه فلحال چې راغلی یم ستاسو نوي همکار په صفت باندې د تر ماښام خبرونه چې دری اصطلاح تر شام راځي برنامه تا شامه به پیش میبرم بخیر بعد از بینین ده ها میتونن که برنامه تا شامه با این چهره بخیر ببینن و کوشش میکنیم که مثبت باشیم کوشش میکنیم که هم برنامه کم تفریحی تر باشه هم یک کم مرغوب تر باشه هم یک کم جذاب تر باشه در پهلویش اجتماعی تر و علمی تر هم باشه کوشش میکنیم که یک قالب برش جور کنیم که همه این موضوعات داش بگنجانیم و برنامه تا شامه بخیر میبینیم ساعت 7 تا 8 شب همه شب شما باید فراموش نکنین این ساعت این ساعت که تان در موبایل هایتان کوک بکنین و بخیر منتظر بهترین برنامه ها از پرده زیبای آریانا با ما باشین بله بخیر دکه یک ریمایندر بتین با موبایل هایتان امشب اولین برنامه روح‌الله جان نشر میشه تا شام با روح‌الله جان می باشه و مطمئن استم که برنامه خوب خود بود روح‌الله جان از علاقیت به ژورنالیسم بر ما بگو که از کجا پیدا شدی علاقه از جایی که رشته که می خوانی با کار که حالا می کنی بسیار فرق داره دقیقا هم یک سوال بسیار خوب کردین ما بصیره جان به عقیده هستم که کسی که ژورنالیست است یا کسی که خبرنگار است یا گوینده است یا مجری است
او بعضی از امی استعداد هاست در درود انسان و خودصفتی نشه و هیچ وقت نمیکنم این کارا. استعداد ما شما خوب میفهمیم که بدون واسه یکی استعداد کسبی است و یکی استعداد فطری است. استعداد کسبی آدم میره در پانتون یا در مکتب یاد میگیره، تجربه میگیره، یاد میکنه، ولی یکی استعداد فطری است که وجودن فطرتن خداوند برای یک انسان یک استعداد میده و این استعداد هر انسان داره. هر انسان روی زمین در یک بخش استعداد داره، ولی بعضشان برای این استعداد خود میفهمن، ولی بعضشان نمیفهمن. هنوز جنشان مغلوب است، یعنی خود آشکار نکرده. هر انسان استعداد طبیعی خود داره. در دست خود ماست که چطور بفهمیم که در کدام عرصه استعداد داریم. یک انسان است شاید استعدادش دهی باشه که یک خیاط خوب باشه، یک انسان است شاید استعدادش دهی باشه که یک ورزشکار خوب باشه، ولی اگر بفهمه که دهی رشته استعداد طبیعی داره، خدایی داره، رویش کار بکنه، زحمت بکشه، طبعا که یک آدم موفقی در جامعه است. اگر یک انسان بفهمه که من در خیاطی خوب استعداد دارم، من ترجیح میدم که درس نخونه او آدم، درس بخونه، در پهلویش وقت بیشتر خود به خیاطی بده، زحمت بکشه، طبعا که بسیار موفقیت کسب میکنه. من فکر میکنم که یک آدم استعداد طبیعی داشته باشه موفقتر از شخصی است که استعداد کسبی داشته باشه. این استعداد تقریبا دیگه من میگم که طبیعی است و فطری است. فطری است، بسیار خوب. و استعداد فطری بهتر است از استعداد کسبی. گرچه به این را نمیتونیم بگوییم، اگر ما یک چیز دوست داریم و میخوایم که دو استعداد پیدا بکنیم، بدون شک اگر زحمت بکشیم، کوشش بکنیم و دو عرصه کار بکنیم، شاید از اشخاص که استعداد فطری هم دارند دو بخش موفق‌تر و خوبتر باشیم و پیشرفت بکنیم. ولی قسمی که رحلا جان هم گفت، به گفته خودش در ژورنالیسم استعداد فطری داره و عشق علاقه هم داری. رحلا جان ایره ما درک کردیم، میفهمیم و ایره باید بفهمیم که علاقه در پهلوی تمام استعدادها و تمام زحمات تاثیر بسیار مستقیم داره بالای کار کرده ما. رحلا جان برم در مورد ازی بگو که چطور یافتی خود در این برنامه؟ آیا به نظر خودت راضی بودی از این برنامه؟ استرس بود در وجودت یا نه؟ طبیعی است که آدم یک کار تازه شروع میکنه، ولی ما بسیار راحت صحبت میکنم. طبیعی است که آدم یک کار تازه شروع میکنه. اولین بار که ما کامرا را دیدم و فضا را دیدم، بسیار جالب بود، بسیار متفاوت بود. یک کمی استرس داشت، یک کمی فشار داشت، یک کمی این چیزا طبیعی که کلگی می داشته باشه در ابتدا. ولی اولین بار که من آریانا آمدم، دقیق یادم از سال 2019 بودم، کارهای سابق شما بود، مرسل جان بود و دکتر صاحب رسم جان بود و رویا جان بود. من اولین بار که برنامه آمدم، او اخسنام بسیار خرد بود، در برنامه کرکت بود. ما آمدم و گفتن دکتر صاحب رسم جان و مرسل جان و رویا جان بسیار تشویق کردن، گفتن خودت میتونی که در این رشته پیش بری. و بعدش که امرای شما آشنایی پیدا کردیم، از مشوره هایتان، از نظریه هایتان همیشه مستفید شدیم. دیگه امی دوستا تشویق کردن، مفامیل مشوره دادن، تشویق کردن، گفتن که میتونی خودت در این رشته مثلا پیش بری. دیگه ما روی از این کار کردم و زحمت کشیدم، خواندم یک کمتم، آشنایی پیدا کردم. دیگه فعلا هستم امرای شما بخیر. یادم است رحلا جان که در برنامه صبح و زندگی میامد، همیشه در اخیر برنامه یک پیام را به پدر جان خود می داشت و همیشه می گفت که در آخرین بار که به برنامه آمد، گفت که پدرم امروز به خاطر از اینکه ما به برنامه میایم وظیفه نرفته. ما فکر می کنم اول که رحلا جان به تلویزیون آمده، شاید پدر جان هیچ وظیفه نره، همیشه در خانه بمونه. دقیقا همین گونه است. یک چیزی که بسیار یعنی بر ما انرژی بخش است و بسیار فوق العاده بر ما انرژی می دهد است که یک آدم وقتی در فامیل یک پشتیبان بسیار محکم داشته باشه، یک پشتیبان داشته باشه که یعنی تکیگاه آدم باشه. بله، باورت داشته باشه. شما یک تکیگاه در فامیل داره، مو که مادر است، پدر است، فامیل در مجموع یک تکیگاه خوب است. ولی پدر جانم فوق العاده تکیگاه ما است، فوق العاده مرا تشویق میکنه. یگانه مشوقی که بسیار ما او را یعنی شیرین تر یافتیم، بسیار دیگه به اصطلاح خودم میخوایم که او مشوق ما باشه، او پدرم است. بسیار میبینه برنامه های مرا، بسیار خوش میشه و ما یک بخش از این که ما خواستم که بیایم روی پرده، پدرم است که بسیار خوش داشت که ما یک روز روی پرده بیایم کار بکنم. بدون شک از هر شخصی که موفق می باشه در زندگی خود، در هر عرصه زندگی خود که موفق می باشه، زمانی که ما می پرسیم در پشت سرش یک کسی بوده که حمایتش کرده، در پشت سرش یک کسی بوده که او را باور داشته، با استعدادش باور داشته و بر از او انگیزه و قوت بخشیده که تو میتونی. و اشخاص در زندگی، اشخاص گوناگون می باشه که بیشتر خانواده
خانواده انسان می باشه، پدر، مادر، برادر، خواهر می باشه و واقعا که دارایی زندگی ماستن و باید قدرشانه بدانیم. روح‌الله جان، برم در مورد ازی بگو که چه پلان ها داری به خیر با آینده و برنامه هایت و چی چیز جدید در ذهنت می گرده در بخش گردانندگی؟ والا من خو میگم که همیشه آدم هموطن و هموطن در صدر جدول کاری خود که وقت به کار نو شروع میکنه داشته باشه، دعای وطندارایش پشتش باشه، دعای فامیلش پشتش باشه، این یک آدم موفق به جامعه می باشه. من به می عقیده هستم و انشاءالله کوشش میکنم که امیر همیشه مد نظر بگیرم که خدمت بر وطن و وطندار، خدمت بر هموطنا، اگر ما بتانم که از این مسلک خود، از این کار خود یک فرکانسی مثبت پخش بکنم، یک تصویر مثبت از جامعه افغانستان، هم برای مردمایی که بیرون از افغانستان هستند، هم برای کشور در وطندارایی که در کشور هستند، یک تصویر مثبت برشان به تصویر بکشم و اونا خوش شوند، بلبایشان خوشی بیاید. همی بر ما کلان چیز است، همی بر ما کلان پلان است و پلان دارم که همیشه مثبت باشم، خوش باشم، تا اینکه هموطنان از چیره ما خسته نشن و متغیر باشم. کوشش میکنم که خلاقیت آدم داشته باشد، بسیار بهتر است. بسیار خوب. روح‌الله جان، رسانه قانونش همی است که تاثیر مثبت بالای افراد جامعه داره، بالای بیننده ها داره و زمانی که یک گرداننده قدر یک عزم خوب را میتونه داشته باشه، یک هدف خوب را میتونه داشته باشه، یک چیز معلوم دار است که تاثیر بسیار مثبت و تاثیر بسیار خوب را میتونه داشته باشه. و بسیار خوشحال هستیم که خودت به جمع ما پیوستی، جوان با استعداد و جوان بسیار خوب مثل خودت، یک شخصیت بسیار خوب مثل خودت در آریانا با خود داریم و مطمئن هستم که عشق و علاقه هموطنان ما هم با مرور زمان، با دیدن برنامه هایت به خودت بیشتر و زیادتر خواهد شد. موفقیت های هرچی بیشتر را برد میخواهیم و بازم یادآوری میکنم که امشب برنامه تا شام با روح‌الله جان فراموش نکنن. روح‌الله جان، گفته های ازت باقی مونده یا خیر؟ گفته ها زیاد است، بخیر بعد از این در برنامه خود خواهد گفتم، در برنامه تا شام. برنامه دارید روح‌الله جان. بعد از این بخیر در برنامه خود خواهد گفتم که باش که برنامه ما پروموت شوه. هموطنان عزیز، بعد از این برنامه تا شام از 7 تا 8 شب فراموش نکنین. اگر فراموش تان میشه، خواهش میکنیم که موبایل هایتان کوک بکنین، موبایل هایتان الارم هایتان آیار بکنه که برنامه تا شام فرار برسه وقتش و شما بخیر ببینین. بله، و ما هم بی‌صبرانه منتظر هستم که امشب بخیر برنامه روح‌الله جان نشر شوه و ببینیم. بسیار تشکر روح‌الله جان، سلامت باشی، روزت خوش. تشکر از اینکه فرصت دادین. بسیار تشکر. و ما هم میریم به طرف یک وقفه، دوباره برمیگردیم با دکتر صاحب عزیز که با رستم جان میباشه و در مورد یکی از موضوعات طبی بسیار مهمه معلومات خود رو با شما شریک خواهد ساخت.